اول شهریور ماه همزمان با زادروز بو علی سینا در تقویم ایرانی به عنوان روز پزشک نام گرفته است اما این روزها کادر درمانی در ایران حال و روز خوشی ندارند نگاهی به آمار مهاجرت پزشکان ایرانی نشان می‌دهد یک چهارم پزشکان طی سالهای اخیر به اروپا و آمریکا مهاجرت کردند همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی 50 درصد از ورودی های پزشکی در دانشگاه تهران که اکثریت آنها از میان صد نفر اول کنکور سراسریان مهاجرت می کنند. بحران مهاجرت تنها به پزشکان متخصص ختم نمی شود. دبیر کل خانه پرستار کشور از مهاجرت سالانه بیش از سه هزار پرستار خبر می دهد و معتقد است بیشتر افراد بعد از فارغ و تحصیلی به دنبال مهاجرتند سال 2018 و تنها در کشور آمریکا چهار هزار پرستار ایرانی فعال بودند پزشکان عمومی بالاترین میزان مهاجرت را در میان سایر گروه های پزشکی دارند آنها کم درآمدترین گروه پزشکی هستند گفته می شود کشورهای کانادا، انگلستان، آلمان، استرالیا و نیوزلند دانمارک، سوئد و نروژ در کنار کشورهای حاشیه خلیج فارس از پرطرفدارترین کشورها برای مهاجرت پزشکان به شمار می روند. تحلیلگران دلایل مهاجرت پزشکان از ایران را در درجه اول اقتصادی و در کنار آن موضوعات دیگری همچون عدم امکان بکارگیری بسیاری از فارغ و تحصیلان حرفه پزشکی در مکان مناسب می دانن. بعضی از این افراد به دلیل آنکه موقعیت مناسبی در ایران وجود ندارد تصمیم به خروج می گیرند. همچنین عدم ایجاد تسهیلات و مشبقهای لازم برای دلگرم شدن شاغلان حرفه پزشکی برای ماندگار شدن در ایران از دیگر دلایل این مهاجرت پزشکان است. ارائه تحصیلات فراوان و امکانات سهل الوصول در کشورهای مختلف دنیا به ویژه برای جذب نخبگان ایرانی از دیگر عوامل تسهیل کننده مهاجرت پزشکان است به گونه ای که پیشتر آزمون و نمره آزمون ملاک پذیرش مهاجرت پزشکان در دیگر کشورها بود اما بسیاری از کشورها این ملاک را در پذیرش پزشکان حذف کردند با این حجم از مهاجرت پزشکان نظام سلامت در آینده در بسیاری از رشته های تخصصی و فوق تخصصی مثل داخلی، بیهوشی، کودکان، فوق تخصص جراحی اطفال، جراحی قلب و فوق تخصص کلیه با کم بود مواجه می شود. این موضوع را رئیس سازمان نظام پزشکی در یک نشست خبری مطرح کرد و گفت اگر شرایط مهاجرت پزشکان ادامه داشته باشد در آینده ناگزیر میشویم تعدادی از بیماران را به خارج از کشور بفرستیم یا درخواست اعزام پزشک برای رشته های تخصصی از خارج کنیم تا پیش از این خروج و مهاجرت پزشکان در رده پزشکان عمومی در سطح بالاتری قرار داشت اما حالا متخصصان گویی سبقت را رو بوده و تعداد آنها برای مهاجرت بیشتر شده همچنین میانگین سنی متقاضیان نیز افزایش داشته است در همین حال کرسی های دوره تخصص که پیشتر برای حضور در آن رقابت شدیدی وجود داشت سال گذشته در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی ایران خالی ماندند یعنی برای پنج تا ده سال آینده به اجبار آموزش دانشگاهی برای پرورش پزشک متخصص متوقف شده و طی این سالها خروجی پزشک متخصص نخواهیم داشت رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز اعلام کرده که ظرف پنج سال آینده متخصص قلب و اطفال در کشور نخواهیم داشت طی سالهای 1399 تا 1402 جامعه پزشکان و پرستاران بارها با برگزاری تجمعهای اعتراضی خواستار پاسخگویی مسئولان در قبال وعده های ارائه شده در زمان بحران کرونا بودند که این تجمعها به تحقق خواسته های آنها منجر نشد. خواسته هایی که اصلاح قراردادهای های 89 روز افزایش ذریب حقوق و اصلاح فشردگی ساعت شیفت کادر پرستاری بخشی از آن بود در این بین تداوم پرداخت های و خلاف قانون به پرستاران ایران سبب شد در فروردین 1402 تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف مجددا شکل بگیرد که این مسئله نه تنها به توجه مقام های وزارت بهداشت به خواسته پرستاران منجر نشد بلکه به گفته پرستاران برخی از آنها به سبب درخواست اعتصاب و شکل دادن به تجمعهای سنفی اخراج شدند. در شرایطی که دولت ناتوان از تأمین حداقل نیازهای جامعه پزشکی و پرستاری کشور است رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران خورداد ماه تصریح کرد برخی کشورهای عربی منطقه بدل به مقصد مهاجرتی کادر درمان ایران اند اگر طی سالهای گذشته خدمات پزشکی در ایران یکی از عوامل افزایش جذب درآمد از بیماران کشورهای همسایه بود به نظر میرسد با تشدید میزان مهاجرت کادر درمان به زودی این رویه شکل معکوس به خود گرفته و طبق هشدار جامعه پزشکی شاید در آینده این نچندان دور بیماران ایرانی برای دریافت خدمات مناسب پزشکی راهی کشورهای منطقه شده و زیر نظر پزشکان ایرانی مهاجرت کرده درمان شوند علی اکبری اخبار شیه دکتر پیمان کاغذیان پزشک متخصص از دوسلدورف آلمان با ما همراه هستند سلام وقت شما به خیر آقای دکتر سلام علیکم روزتون بخیر در خدمت هم ضمن عرض تبریک روز پزشک خدمت شما چه دلایلی باعث مهاجرت پزشکان و سایر کادر درمانی می شود؟ بفرمید بله هم عرض تبریک دارم به دادت عوالی سینا شیخ و رئیسو که مصادف شده با روز پزشک دلایل مختلفی داری که خبرنگارتون هم به گوشه ای از آنها اشاره کرد هر حال مهمترین چیز در بحث مهاجرت بحث جذابیت و جذابیت شغلی و رفاه شغلی و امنیت شغلی رفاه زندگی و امنیت شغلی که ممکنه این طی سالهای اخیر برای کادر درمان ما جذابیتی دیگه وجود نداشته و بالاخره فقط هم تو رشته پزشکی نیست تو سایر رشته هم هست ولی به هر شکل این اتفاق داره با با به یه شکل خیلی انفجاری پیش میره که امیدوارم روندش متوقف شه تا یه روز دوباره ما مجبور پزشک از کشور مثل هند و کشورهای برای درمان مردم با تشکر از جناب دکتر پیمان کاغذیان